داستان زندگی باور نکردنی پادشاه بخت و نصر، فرمان روای نفرین شده‌ای که بیت المقدس رو به آتش کشید. پادشاه بابل که معبد سلیمان رو با خاک یکسان کرد. پادشاهی که درباره اون فیلم‌های متعددی ساختند. مردی که خداوند اون رو با یک پشه به هلاکت رسانید. رویای وحشتناک یهودیان، کسی که پیامبران بنی اسرائیل رو به قتل رسوند. سازنده یکی از عجایب هفتگانه جهان، یعنی باغ‌های معلق بابل. یکی از چهار فرمانروای بزرگ دنیا. فرمانروای ظالمی که حضرت دانیال رو ابتدا در آتش سوزانی انداخت و بعد هم اون رو داخل چایی پر از شیرهای درنده انداخت. بخت و نصر. تا به امروز فقط 4 نفر تونستن که بر کل دنیا فرمان روایی کنن. از این 4 فرمان روا 2 نفر مؤمن و 2 نفر کافر بودن. فرمان روایان مؤمن حضرت سلیمان و حضرت ذوالقرنین بودن و بعد از بخت و نصر نمرود هم دومین فرمان روای ظالمی بوده که بر کل جهان فرمان روایی کرده. در زبان عبرانی اسم او به شکل نبوکت نصر آورده شده. بخت و نصر به همون اندازه که سرباز توانایی بود، معمار قابلی هم بود. او معبد خدای بابل رو که گفته می شد از بابل محافظت می کنه بازسازی کرد و باغ‌های معلق بابل که یکی از عجایب هفتگانه جهان بود رو بنا کرد. آبیاری این باغ‌ها از طریق سطل‌های آویزون به زنجیرهایی از رود فرات انجام می شد. پادشاه بابل بخت و نصر در آن زمان فرمانروای همه دنیا بود. در دوران فرمان روایی بخت و نصر بر بابل، سپاه اون میلیون‌ها سرباز سواره داشت و در سرزمین بیت المقدس نزدیک به 1000 پیامبر در یک دوره زندگی می‌کردند. یه جورایی در هر محله یک پیامبر وجود داشت. بنی اسرائیل به ناحق پیامبرایی که براشون فرستاده میشد رو قتل عام میکردن. یهودیا توی این دوران در بین زمانهای عصر و شب حدود 300 عالم و دانشمند رو به قتل رسوندن. یهودیا یعنی بنی اسرائیل اون دوران ابتدا اشعیا رو کشتن. به دنبال این خداوند برای مجازات اونها فرمانروای ظالم بخت و نصر رو فرستاد. بعد از توبه کردن قوم بنی اسرائیل خداوند بخت و نصر رو عقب روند، ولی قوم بنی اسرائیل دوباره بدعت‌های ابدا کرده بود و دین رو تحریف کردن. اعمالی مثل نوشیدن مشروبات، زنا و بهره رو مشروع کردن. خداوند حضرت ارمیا رو برای ارشاد اونا فرستاد. حضرت ارمیا به قوم بنی اسرائیل گفت که پایان این غضب همراه با عذاب خواهد بود. قوم اسرائیل به حرفهای حضرت ارمیا گوش ندادن و اول اونو کتک زدن و بعد هم اونو به غل و زنجیر کشیدن. خداوند به حضرت ارمیا درباره قوم بنی اسرائیل قبل از فرمان روایی بخت و نصر چنین فرموده: ای ارمیا، قوم تو دوباره قوانین رو زیر پا گذاشته و گمراه شده. من از اونها انتقام خواهم گرفت، اونا رو هلاک خواهم کرد. تو بر روی صخره بیت المقدس برو و در آنجا ایستاده منتظر بمان. در آنجا فرمان من به تو خواهد رسید. بر آنها که از عذاب من نمی ترسند کسانی را چیره خواهم کرد که انتظار ثواب و پاداش مرا ندارند، چون که آنها شرورترین و ظالمترین آفریدگان من هستند. به نزد قوم خود برو، به آنها فرامین مرا خبر ده، نعمتهایی که به آنها دادم را یادآوری کن، بدعتها و گناهانشان را به آنها بگو، آنها را به اطاعت و عبادت من دعوت کن. قوم بنی اسرائیل به مدت 3 سال به گناه مشغول میشن و روز به روز بر حماقتشون افزوده میشه و هلاکتشون نزدیک میشه. وعیها کمتر و کمتر میشه. در نتیجه این اعمال بخت و نصر به شکلی غیر قابل بازگشت وارد بیت المقدس میشه.
وقتی زمان هلاک شدن فرا میرسه، بخت و نصر به همراه 600 هزار پرچم همراه با سپاهیانش به طرف بیت المقدس راه میفته. سپاهیان بخت و نصر که تعدادشون از دسته ملخ‌ها هم بیشتر بود، اطراف بیت المقدس رو محاصره میکنن و قوم بنی اسرائیل هم از این محاصره خبردار میشه. و فرمان روای بیت المقدس میترسه و رو به حضرت ارمیا میکنه و میگه ای پیامبر خدا، خداوند به تو وعده داده بود تا زمانی که تو راضی نباشی ما را هلاک نخواهد کرد. وعده خدای تو حق است، من اطمینان دارم، ولی سپاهی که تعدادش بیشتر از دسته ملخ هاست ما را محاصره کرده. به دنبال این حضرت ارمیا میگه باشه، نترس، خدای من به تو قول داده. حضرت ارمیا روی دیوار بیت المقدس میشینه و سپاهیای بخت و نصر رو تماشا میکنه و میخنده و خوشحال میشه و میگه چنان خدایی دارم که دنیا برای او هیچ است و بعد به خداوند توکل میکنه و به او پناه میبره. در حالی که حضرت ارمیا منتظر پایان این محاصره بود، فرشته‌ای به شکل انسان پیشش میاد و به اون میگه ای پیامبر خدا، من تا به امروز هر چیزی که اتفاق افتاد رو تحمل کردم، اما امروز آنان یا قوم بنی اسرائیل چنان کاری کردند که خداوند از این عمل راضی نیست و آن فرشته حتی توانایی بازگویی آن عمل را به حضرت ارمیا پیدا نمی‌کنه. فرشته به حضرت ارمیا میگه که اگر میخواهی نفرین کن تا همه قوم بنی اسرائیل نابود شوند، ولی حضرت ارمیا همچنان نمیگه که پروردگارا این قوم رو نابود و هلاک کن و در عوض میگه ای یگان فرمان روای آسمان ها، بنده تو چندین بار به نزد من آمده، من شاهد این بنده تو نیستم، اگر از آنها راضی هستی به آنها فرصت زندگی بده و اگر که نیستی و اعمالی مرتکب شدند که باعث خشم و عصبانیت تو شدند آنها را هلاک کن. هنوز آخرین کلمه این دعا از دهان حضرت ارمیا بیرون نیومده بود که خداوند رعد و برقی روی مسجد الاقصا فرود میاره و اون رو آتیش میزنه و 7 در مسجد الاقصا زیر خاک مدفون میشن. حضرت ارمیا که هنوز دعاش کامل نشده این وضعیت رو میبینه، گریه میکنه و قبل از اینکه بخت و نصر بیت المقدس رو اشغال کنه به سمت جنگل‌ها راه میفته و از اونجا به مصر میره. توی این مدت با حیوانای مختلفی صحبت میکنه و با انسان‌ها رفت و آمد نمیکنه. بخت و نصر هم در همین زمان در راه بیت المقدس و اشغال اون بود. بخت و نصر وقتی به بیت المقدس میرسه تمام شهر رو محاصره میکنه و شهر رو به آتیش میکشه و معبد سلیمان رو که برای یهودیان بسیار مهمه رو با خاک یکسان میکنه. بخت و نصر در مسجد الاقصا کسایی رو که پرستش بت‌ها رو قبول میکنن به حال خود رها میکنه و بقیه رو یا میسوزونه و یا دار میزنه و عده‌ای رو هم به عنوان برده و اسیر دستگیر میکنه. بخت و نصر به سپاهیانش میگه زره جنگی خودتون رو در بیاریم و اونها رو با خاک پر کنید. این خاک ها رو روی مسجد الاقصا میریزن و وقتی خاک روی مسجد الاقصا میریزن، مسجد الاقصا زیر این خاک ها مدفون میشه. بیت المقدس به مدت 70 سال ویران میمانه. طبق تخمین ها بین 800 هزار تا 2 میلیون نفر هم در بیت المقدس کشته میشن و طبق روایات به مدت 1 هفته در رود فرات خون جاری میشه. بخت و نصر بعد از ریختن خون های زیاد در بیت المقدس به بابل برمیگرده و قوم بنی اسرائیل رو قتل عام میکنه. او 70 هزار کودک از قوم بنی اسرائیل یعنی یهودیان رو به اسارت میگیره. او هنگام تقسیم غنایم بین والیان مناطق به جای مال و ثروت این 70 هزار کودک رو بین اونها تقسیم میکنه و به هر والی 4 کودک اسیر میده. 1/3 از دستگیر شدگان رو به اسارت میگیره، 1/3 از اونها رو برده میکنه و 1/3 رو هم میکشه. همه اشیاء مقدس موجود توی بیت المقدس رو به بابل برده و بدین ترتیب بابل رو تبدیل به مرکز دنیا میکنه. عامل و باعث این همه ظلم و
ستم قوم بنی اسرائیل بودند که پیامبران اون دوران رو قتل عام کردند. توی بخش آغازین سوره اسراء به این موضوع اشاره شده و در کتاب تورات یا در لوح محفوظ و کتاب تکوین الهی خبر دادیم و چنین مقدر کردیم که شما بنی اسرائیل دوبار حتما در زمین فساد و خونریزی میکنید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه ای مییابید. یک بار به قتل اشعیا و مخالفت ارمیا و بار دیگر به قتل زکریا و یحیی. پس چون وقت انتقام اول فرا رسد، بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را چون بخت و نصب بر شما برانگیزیم تا آنجا که در درون خانه های شما نیز جستجو کنند و این وعده یا انتقام خدا حتمی است. در بین اسیران حضرت دانیال هم حضور داشت. بخت و نصر حضرت دانیال و جوانای اسیر هم سن و سال اونو به بابل میبره. بزرگترین ویژگی حضرت دانیال زحمت و برکت اون بود. حضرت دانیال به هر کجا که میرفت اونجا پر از برکت میشد. گفته میشه عامل و باعث برکات و نعمتهای موجود در ترسوس هم حضرت دانیاله. بریم سراغ بردن اسیران به بابل و نجات یافتن حضرت دانیال. بخت و نصر بعد از بردن اسیران به بابل فرمان پرستش بت‌ها رو میده. در حدیث شریف هم این گونه گفته شده: بخت و نصر کسایی رو که حاضر به پشت کردن به دین خودشون نبودن رو میکشه. وقتی که شکنجه ها خیلی وحشتناک شدن، قوم بنی اسرائیل کم کم شروع به دست کشیدن از دین خودشون کردن. به دنبال این حضرت دانیال رو به قوم بنی اسرائیل میکنه و به اونها آگاهی داده و میگه ای خواهران و برادران من، در برابر ظلم این شخص تسلیم نشید. شاید بتونه که به خاطر ایمانتون شما رو بکشه، اما اگه کشته بشید از این دنیا میرید ولی نیست و نابود نمیشید. از دنیا میرید ولی بلافاصله میبینید که در بهشت هستید. از همون لحظه‌ای که اون شما رو میکشه شما توی بهشت هستید. بریم سراغ خواب بخت و نصر. در آن دوران بخت و نصر شروع به دیدن خوابهای ترسناکی کرده بود و آرامشش کاملا به هم خورده بود. کم کم دیگه نمیتونست بخوابه. بخت و نصر آخرین باری که میخوابه خواب عجیبی میبینه و از کاهنا میخواد که تا این خواب اونو تعبیر کنن. وقتی بخت و نصر خطاب به کاهنا میگه که اول باید بگویید چه خوابی دیدم، بعد هم باید خوابم را تعبیر کنید، کاهنا تعجب میکنن چون در هیچ کجای دنیا هیچ فرمان روایی تا به اون روز از کسی سوالی نکرده بود که چه خوابی دیده. کاهنان نمیدونستن که بخت و نصر چه خوابی دیده. اونا فقط میدونستن که خواب رو باید تعبیر کنن. به دنبال این امر بخت و نصر میگه یا باید بگویید چه خوابی دیدم و خوابم را تعبیر کنید، یا اینکه شما رو دار میزنم. کاهنا میتونستن دروغ بگن چون وقتی تعبیرهای قبلیشون هم درست از آب در نمیومد میدونستن که به هر حال دو احتمال وجود داره، ولی توی این موقعیت فقط میتونستن با تعجب به همدیگه نگاه کنن. کاهنا وقتی میفهمن راه نجاتی ندارن میگن در علم سحر چنین چیزی وجود نداره و تلاش میکنن تا بخت و نصر رو قانع کنن. در نهایت کاهنا به بخت و نصر میگن اگه پیامبری پیدا کنید او میتونه هم به شما بگه چه خوابی دیده و هم اون رو براتون تعبیر کنه. بخت و نصر قانع نمیشه و یکی از کاهنان رو به دار میآویزه. بعد هم پشت سر هم کاهنای دیگر رو دار میزنه. این اخبار به زندانها و به گوش حضرت دانیال هم میرسه. رسیدن اخبار به زندانها دعای حضرت یوسف بود که زمانی زندانی شده بود. به خاطر همین دعای حضرت یوسف اخبار خیلی زود به زندانها هم میرسید. حضرت دانیال برای اینکه جلوی بدار آویخته شدن کاهنای بیشتری رو بگیره از طریق زندانبانها برای بخت و نصر خبر میفرسته که میتونه به اون بگه که چه رویایی دیده و تعبیر اون چیه. بخت و نصر پیشنهاد حضرت دانیال رو قبول کرده و اونو به محضر خودش فرا میخونه. بخت و نصر خطاب به حضرت دانیال میگه تو ادعا کرده ای که میتوانی بگویی چه خوابی دیدم و اینکه میتوانی خوابم را تعبیر کنی. حضرت دانیال هم بهش میگه آری ای فرمان روا، و این مردان هم هر چقدر که عالم و کاهن باشند باز نمیتوانند این خواسته تو را اجابت کنند، چون این کار نیاز به علم غیب دارد و این خواب چیزی بین تو و خداوند است. فقط بندگان خاص خداوندی که آفریننده آسمانها و زمین است و خداوندی که صاحب آسمانها و زمین است از غیب خبر دارند.
بخت و نصر هم میگه آیا تو یکی از اونها هستی؟ دانیال هم میگه آری، من یکی از آنها هستم. بخت و نصر هم بهش میگه که شروع کن تا ببینی. حضرت دانیال رو به فرمان روایی که انسانها رو به خاطر نپرستیدن بت‌ها میکشت میکنه و میگه حمد و سپاس خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید، اسم خداوند از ازل تا ابد بسیار مبارک است. بخت و نصر چون منتظر تعبیر شدن خوابش بود، مجبور بود تا این حرفها رو هم بشنوه. حضرت دانیال ادامه میده: حکمت و قدرت هم فقط بر خداوند آشکار و پیداست، خداوند متعالی که به عالمان علم و به عارفان عرفان داده است، خداوندی که از چیزهای نهان خبر دارد، از آنچه در ظلمت و تاریکی هم هست او خبر دارد و بر بندهش هم آشکار می کند. بخت و نصر تحملش تموم میشه و از حضرت دانیال میخواد تا خوابش رو تعبیر کنه. حضرت دانیال هم میگه پروردگارا، حمد و ثنا بر تو باد که رویای این فرمان روا را بر من آشکار و توانایی تعبیر آن را به من دادی. ای فرمان روا، وقتی در بسترت به خواب رفته بودی، در خواب بتی در سیمای انسان دیدی که بسیار زیبا و پر ابهت بود. سر بت از طلای خالص و سینه و دستهایش از نقره، شکم و رانهایش از مس، پاهایش از زانو به پایین بخشی از آهن و بخشی هم از سفال و خشت بود. وقتی در حال تماشای این بت بودی، سنگی از آسمان آمد و بر روی سر بت افتاد و بت را به طور کامل از بین برد و آن را تبدیل به گرد و خاک کرد. بعد باد شدیدی وزید و گرد و خاک آن بت را با خود برد. بعد آن سنگی که از آسمان بر روی بت افتاده بود بزرگ و بزرگتر و پهن‌تر شد و فضای بین آسمان و زمین را پر کرد و بجز این سنگ چیز دیگری باقی نماند. خوابی که دیدی این بود. تعبیرش هم این است که ای فرمان روا، تو در حال حاضر بزرگترین فرمان روای دنیا هستی و پروردگار آسمان ها و زمین به تو حکمرانی، عزت و قدرت داده است. آن بت سرطلایی تو هستی. قسمت سینه بت هم فرمان روایان پایین تر از تو هستند که حکمرانی می کنند. بعد حکومتی آهنین برپا خواهد شد و با بقیه حکومت ها متحد خواهد شد. ولی همانطور که سفال و آهن هیچ تناسبی با هم دیگر ندارند، این اتحاد هم از بین خواهد رفت. سنگی که در خوابت از آسمان فرود آمد، کتاب قرآن است که خداوند متعال از آسمان به عنوان آخرین کتاب خواهد فرستاد و شریعت حضرت محمد رو به عنوان آخرین شریعت خواهد فرستاد. دین و کتاب حضرت محمد در دنیا گسترش پیدا خواهد کرد و همه دنیا را فرا خواهد گرفت و این حکومت و شریعت تا روز قیامت پا بر جا خواهد بود. زمانی که حضرت عیسی دوباره ظهور می کند، هیچ فردی بر روی زمین باقی نمانده است که مسلمان نشده باشد. به دنبال این بخت و نصر رو به حضرت دانیال کرده و میگه هر کسی که این رویا رو بر تو آشکار کرده بدون شک صاحب آسمان ها و زمین و از اسرار و غیب خبر داره. من و کاهنا و همه ی عالمان دنیا که اینجا هستن خبر از غیب و عالم اسرار نداریم، اینطور که معلومه تو پروردگار بلند مرتبه ای داری. بعد بخت و نصر خم میشه و به خداوند ادای احترام میکنه ولی مسلمان نمیشه. علت خوشحالی بخت و نصر از خواب و تعبیرش به این خاطر بود که از آن روز تا پایان مرگش قرار نبود که پادشاهیش از بین بره. و بعد بخت و نصر رو به حضرت دانیال میکنه و میگه من از این خدمت تو بسیار مسرور شدم. بعد از این در این کشور تو تنها کسی خواهی بود که از حرمت و کرامت من بهره‌مند خواهی شد. میخواهم برای این کارت به تو پاداش بدهم. یکی از این سه چیز را انتخاب کن. اگر میخواهی تو را آزاد کنم و به سرزمین خود برگرد. بیت المقدس را بازسازی کن. من به تو کمک میکنم. اگر میخواهی به طبعام فرمان بدهم تا شما را تکریم کند و تو و دوستانت هر طور که میخواهید زندگی کنید. اگر تمایل داری در کنار من بمان، من هم به تو و دوستانت کمک خواهم کرد. حضرت دانیال میگه ای پادشاه، ویران شدن سرزمین ما تقدیر الهی بود. هیچ کس توان بازسازی آن را ندارد.
برای آزادانه گشتن در هر جایی نیازی به فرمان تو نیست. بهترین راه برای من و پیروانم ماندن در اینجا و به حال خود مشغول شدن است. ما از تو امان نمی‌خواهیم. تو و یا هیچ کس دیگری به من و دو دوست دیگرم در هیچ کجای دنیا نمی‌توانید که آسیبی برسانید، چون ما در هر کجا که باشیم در امان پروردگارمان هستیم. بعد حضرت دانیال تصمیم می‌گیره تا در شهر بابل بمونه و در حالی که در اینجا مشغول به عبادت و پرستش خداوند میشه، اشراف نزدیک به بخت و نصر و خانواده‌های مشهور کافر از این وضعیت احساس نارضایتی میکنن و در بین خودشون به یکدیگه میگن ما بت‌ها و چیزهایی برای پرستش داریم. دانیال و دوستانش آزادانه زندگی میکنن و هر طور که میخوان عبادت میکنن و بت‌ها را پرستش نمیکنند. نظم و نظام مردم به هم میریزد و آنها الگوی بدی برای مردم هستند. بعد به نزد بخت و نصر میرن و به اون میگن شما خدای دانیال را تایید کردید و در بین همه مردم خوب او را گفتید. پروردگار دانیال را ستایش کردید. بخت و نصر حرفای اشراف مشرک رو قطع میکنه و میگه چطور خدای دانیال را ستایش نکنم وقتی این همه شخص ندانستند رویای من و تعبیرش چیست و فقط او میدانست. اشراف مشرک هم میگن حق با شماست، ولی اینکه دانیال با آرامش به عبادت مشغوله و بت‌ها رو هم پرستش نمی‌کنه الگوی صحیحی برای مردم نیست. دانیال رفته رفته قدرتمند میشه و نظم و نظاممون رو به هم می‌ریزه. فوراً باید جلوی دانیال رو بگیریم. تو هم اجداد خودت رو ناراحت کردی. تو قومی داری. همه اعتقادات این قوم تحقیر شد. بخت و نصر هم میگه پس چه باید بکنیم؟ مشرکان هم میگن فرمان بده تا بت بسیار بزرگی بسازن و اون رو در میدان قرار میدیم. یک شیپور هم در دهان این بت قرار میدیم. در زمانهای مشخص به شیپور بدمیم و هر زمان در شیپور دمیدیم هر کس که صدای اون رو شنید باید در برابر بت سجده کنه. همراه با این کار نظمی رو شکل بدیم و همه رو بشناسیم. بخت و نصر از این فکر خوشش میاد و فرمان میده و اون بت بزرگ رو میسازن. در اطراف بت افرادی جاسازی میشن و در زمانهای مشخص در شیپور میدمن. فقط حضرت دانیال و دو دوستش به بت سجده نمیکنن. کسایی که در برابر بت سجده میکنن وقتی بی تفاوتی حضرت دانیال و دوستاشون نسبت به بت بزرگ میبینن در بین خودشون شروع به صحبت میکنن و این خبر به گوش بخت و نصر میرسه. بخت و نصر هم حضرت دانیال رو به حضور خودش فرا خونده و به اون میگه وقتی همه مردم سجده میکنن شما راحت میچرخین. حضرت دانیال هم میگه بسیار خوب، مگه چه کاری باید انجام بدیم؟ وقتی بخت و نصر میگه شما هم باید سجده کنید، حضرت دانیال میگه ما بجز خداوند در برابر هیچ کسی سجده نخواهیم کرد. بخت و نصر این بار حضرت دانیال و دو دوستش رو تهدید میکنه که اونها رو داخل چاهی سوزان خواهد انداخت. حضرت دانیال بعد از شنیدن این تهدید رو به بخت و نصر میکنه و میگه آتش تو برای ما مهم نیست، چون این خداونده که به آتش سلامتی داده و هم اوست که ما رو از آتش نجات خواهد داد. و با توکل بر خداوند در برابر بخت و نصر مقابله به مثل میکنه. بخت و نصر هم تعجب میکنه و هم عصبانی میشه و فرمان میده تا آتش بزرگی برپا کنن و دست ها و پاهای حضرت دانیال و دوستاش رو بسته و درون آتش میندازه. ولی حضرت دانیال همچنان میخندید. بعد بخت و نصر فرمان میده تا اونها رو در آتش بندازن. ولی مدتی بعد آتش کسایی رو که حضرت دانیال و دوستاش رو توی آتش انداخته بودن رو میبلعه. حضرت دانیال و دوستاش در وسط آتش با دست و پاهای باز شده در حال نماز خواندن بودن. در درون آتش یک نفر دیگه هم بود. اون شخص دیگه فرشته‌ای بود که برای حضرت دانیال و دوستاش غذا و خوراکی آورده بود. بخت و نصر فهمیده بود که توانایی مقابله با حضرت دانیال رو نداره. بخت و نصر خطاب به حضرت دانیال که در درون آتش بود میگه ای دانیال چه خدای بزرگی دارید. این آتش ما رو میسوزاند و خدای شما از شما محافظت میکند. ما شما را از آتش بیرون نمیآوریم. خودتان از درون آتش بیرون بیایید.
بعد از خارج شدن حضرت دانیال از آتش، بخت و نصر میگه من فهمیدم که خدای شما به انجام هر کاری قادر و تواناست. سر شما را در برابر دیگری خم نمی کنه. بعد از این هر چقدر که میخواهید پروردگار خودتون رو عبادت کنید. هیچ کسی نمیتونه که مانع عبادت شما بشه. چندین ماه به همین شکل میگذره. بعد مردم شروع میکنن به گفتن اینکه این خدای دانیال چقدر بزرگه. به دنبال این هرج و مرج میشه و شورای بابل دوره هم جمع میشن و به بخت و نصر میگن دانیال و دوستاش وقتی از آتش بیرون اومدن دستها و پاهاشون باز شده بود، حتی موهاشون نسوخته بود. این چطور ممکنه؟ و بخت و نصر رو به خاطر گفتن این جمله که خدای دانیال چقدر بزرگه سرزنش میکنن. بخت و نصر دوباره میپرسه که چیکار باید بکنیم. ذهن بخت و نصر کاملا آشفته شده بود و شورا تصمیم نهایی خودش رو میگیره. تصمیم این بود که هر کسی از هر قومی میخواد باشه، اگه در برابر بت‌های بخت و نصر سجده نکنه به داخل چاه شیرهای گرسنه انداخته خواهد شد. هیئت به بخت و نصر میگه دانیال جادوگره. تنها تفاوت اون با افراد حاضر در اینجا اینه که اون جادوگر بزرگیه که توانایی خاموش کردن آتش رو داره، ولی جادوی اون بر شیرهای گرسنه تأثیری نخواهد داشت و دوباره بخت و نصر رو فریب میدن. چون بابل توی اون دوران هم مرکز سحر و جادو بود و هم توی یک دوره شهری بود که دو فرشته به اسمهای هاروت و ماروت توی اونجا به بقیه جادو یاد میدادن. حالا بریم سراغ داستان حضرت دانیال و شیرها. این بار قرار بود حضرت دانیال به تنهایی در میان شیرها انداخته بشه. جلادا حضرت دانیال رو بین شیرها میندازن و این بار برای اینکه کسی تماشاگر نباشه روی چاه رو میپوشونه. حضرت دانیال به محض افتادن توی چاه شروع به نماز خوندن میکنه و این بار دو شیر برای فیض بردن از حضرت دانیال خودشون رو به اون مالیده و شروع به لیسیدن اون میکنه. 5 روز به همین شکل میگذره. بعد خداوند به حضرت ارمیا که توی دور دستا بود فرمان میده تا برای حضرت دانیال غذا ببره. حضرت دانیال وقتی حضرت ارمیا رو میبینه به اون میگه که همه ی حمد و سپاسها مخصوص خداوندیست که بنده ذکر کننده خودش رو ترک نمی کنه. همه ی حمد و سپاسها مخصوص خداوندیست که هر آن که امیدش به اوست او رو اجابت میکنه. همه ی حمد و سپاسها مخصوص خداوندیست که هر که به او اعتماد کنه اون رو به غیر خود حواله نمی کنه. همه ی حمد و سپاس ها مخصوص خداوندیست که اگه بنده عمل خیر انجام بده او هم در برابر او خیر و نیکی عطا میکنه. همه ی حمد و سپاس ها مخصوص خداوندیه که به کسی که صبر میکنه رستگاری و نجات رو نصیب میکنه. حضرت ارمیا هیچ وقت با بخت و نصر مواجه نمیشه چون طی زمان میکرد و به همون شکل هم دوباره به شام برمیگشت. وقتی در چاه رو باز میکنن و میبینن که حضرت دانیال در حال نماز خوندنه و شیرها هم در حال لیسیدن و مالیدن خودشون به اون هستن، بخت و نصر بر مشرکان عضو هیئت خشمگین میشه و میگه بعد از این هر کسی به دانیال نزدیک بشه با دستای خودم اون رو میکشم. بخت و نصر خطاب به شورا میگه دیگه منو با خدای اون در نندازین. بخت و نصر که بسیار کنجکاو شده بود به حضرت دانیال میگه من مزاحم عبادات تو نخواهم شد، ولی میخواهم بدانم برای این شیرها چه خواندی، یعنی با پروردگار خود چگونه پیوند و ارتباطی برقرار میکنی. کنجکاو هستم آن را بدانم. حضرت دانیال هم دعایی که موقعی بودن در چاه خونده بود رو میخونه. بعد اعتماد بخت و نصر به حضرت دانیال بیشتر میشه. دوستان یک دوره‌ای توی ترسوس خشکسالی میشه. به دنبال شکایات فراوان مردم، بخت و نصر حضرت دانیال رو به ترسوس میفرسته. وقتی بسیاری از مردم ترسوس بارش باران رو میبینن، به حضرت دانیال ایمان میارن. بخت و نصر هر چقدر هم با خوشرویی با حضرت دانیال برخورد میکرد، ولی به خاطر غرور و اطرافیانش به حضرت دانیال ایمان نمی آورد. بخت و نصر هم مثل فرمان روای ظالم دیگه اون دوران یعنی نمرود به وسیله یک پشه به هلاکت رسید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید تا جزو اولین نفراتی باشید که پست‌های ما رو می‌بینید. تا درودی دیگر، شما رو به خداوند پاک می‌سپارم.